زندگی و سرنوشت زندانیان سیاسی، چه در زمان زندانی بودن و چه بعد از آزادی، یادآور از خودگذشتگی های بیدریقی است که تعداد بیشماری از زنان و مردان دلیر ایران بر خود هموار کرده و به جان خریدند. مرگ آیت الله منتظری، مرجع شجاع شیعیان و در اوج محبوبیت ملی ایشان، بیش از هر چیز یادآور زندانیان سیاسی چه در عصر ستمشاهی و چه در زمان حکومتی 30 سالی جمهوری اسلامی است. بعد از سالها مبارزه و از خودگذشتگی و تحمل زندان و شکنجه، به راستی در روح و روان و جسم و جان یک زندانی سیاسی چه می‌گذرد؟ سلام، من حمید دباشی هستم و این برنامه شما هفته سبز. جنبش سبز هفته 29. هفته گذشته در گذشت ناگهانی آیت الله منتظری، پیشوای عالی قدر شیعه، در حالی رخ داد که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری از درایت و حمایت هوشمندانه او برخوردار می شدند. تا صدایی که برای دستیابی به عدالت، مساوات و آزادی به پا خواسته رساتر به گوش رسد. با وجود تلاش‌های گسترده حکومت برای جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع آیت الله منتظری، هزاران نفر از اقصی نقاط ایران در این مراسم شرکت کردند. مردم شهرهای اصفهان، مشهد، کرمان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران هم در یادبود آیت الله منتظری بزرگداشت برگزار کردند. ضرب و شتم عزاداران به دست نیروهای امنیتی مانع از حضور باشکوه حامیان جنبش سبز نشد. مهندس میرحسین موسوی در پی حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی از سمت ریاست فرهنگستان هنر ایران برکنار شد. این اقدام انتقام جویانه دولت احمدی نژاد و هزاران اقدامات غیر انسانی دیگر این حکومت نه تنها این نهضت را ضعیف نمی کند، بلکه به استقامت و محبوبیتش نیز می افزاید. مصادف شدن هفتمین روز درگذشت آیت الله منتظری با روز عاشورا از چشم مردم آزادیخواه ایران به دور نخواهد ماند. مردم ایران بار دیگر در مخالفت با دولت و فقدان حقوق مدنی دست به اعتراض خواهند زد. با سلام مجدد. تاریخ معاصر ما در عرض 200 سال گذشته یکی از اسفناکترین جنبه‌هاش مقوله زندانی‌های سیاسیه. در ذهن و روان و جان یک زندانی سیاسی چه می‌گذره؟ کسانی که جان و زندگی خودشون رو فدای استقلال ما و احقاق حق کردن و به ناحق به زندان افتادن، در فکرشون چه می‌گذره؟ میهمان این هفته ما خانم دکتر شهلا طالبی، استاد مردم شناسی در دانشگاه ایالتی اریزونا هستند و خود دکتر طالبی زندانی سیاسی بوده، هم در زمان پهلوی و هم در رژیم جمهوری اسلامی. ما بسیار ممنونیم از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه ما اومدن. شهلا جان، امروز که وقتی تو میشنوی عده‌ای در ایران زندان سیاسی هستن و به دلیل ایدئال هاشون به این بلا مبتلا شدن، اولین چیزی که در ذهنت میگذره چیه؟ چه چیزی به ذهنت میاد؟ من خیلی از عزیزانم رو در واقع، چه به عنوان دوستا و رفقام، چه به عنوان کسی که به هر حال باش در ارتباط بودم، همسرم رو سال 67 دست دادم، ولی واقعا نزدیکترین دوستام و همکلاسیام و از سال 60 تا 67 خیلی ها رو در واقع از دست دادیم. با اینکه خیلی متفاوته زندان رژیم الان و فضای به هر حال مدلی که جوونا الان وارد مبارزه شدن و زندان میرن خیلی تفاوت ها داره، ولی در کلیتش خب خیلی چیزاش هم مشابهه. وقتی میخونم مخصوصا الان، چیزی که متفاوته با دوران ما اینه که خب اینایی که آزاد میشن میتونن بلافاصله بنویسن و بلافاصله تجربه هاشون میاد بیرون، و وقتی میخونم لحظه ها رو خیلی زندگی میکنم باهاشون. و از نظر احساسی خب تفاوت ها همونجوری که گفتین خیلی زیاده، ولی کاری که به نظرم میاد که مهمه اینه که الان خیلی راحت‌تر ما میتونیم به زندانیای این دوره بگیم تنها نیستن. تا دورانی که مثلا ما افتادیم زندان، تا دورانی که خب ارتباط خیلی قطع شده بود، و این
واقعا بچیه که به نظر من خیلی بچه مهمیه که ما تا جایی که میتونیم روش کار کنیم. دوره‌ای که مثلا ما بودیم، خب نگاه به مبارزه، به مقاومت خیلی نگاه متفاوتی بود از یه جهات، یعنی راه به خیلی چیزا رو ممکن بود باز نذاره، در حالی که الان به نظرم تنوع نگاه به نوع مقاومت ها، انواع مختلفی که آدم ها میتونن مقاومت ها رو نشون بدن، به نظرم تفاوت پیدا کرده و من فکر می‌کنم این خیلی مهمه. در نتیجه من مایلم بدونم که تو وقتی که به جنبش الان نگاه میکنی، چگونه بین افکار و عقاید و مواضع خودت و ماهیتی که داره در این جنبش شکل میگیره گفتگو برقرار میکنی؟ چگونه این تلاقی رو خودت توضیح میدی؟ برای من واقعا اون چیزایی که مطرح بود، عدالت اجتماعی، عدالت فکری، عدالت نوع نگاه به انسان بود، اینا بود که من رو کشون بود. و الان وقتی نگاه میکنم به این جنبش، نگاه میکنم میبینم اگه ما اون موقعی که اوایل رژیم یکی رو اعدام کردن گفتیم مسئله ما نیست، وقتی نمیدونم حجاب بود گفتیم اون مسئله فراتر از ماست، ما خواستای بالاتری داریم، وقتی اینا رو نگاه میکنم میبینم خب خیلی جاها ما واقعا ندیدیم فضاها رو. ما به سادگی وقتی رژیم یکی رو میشکوند، ما دیگه راه براش باز نمیکردیم برای اینکه خودش رو جمع و جور کنه. ما مثل یک گلی که بهش آب ندی، بعد ما میگفتیم بوده پا بذار روش برو، ما نمیمدیم بیایم اینو جمع و جورش کنیم دوباره به پرورونیمش. چیزی که نگاه میکنم که مردم دارن، یه تعداد وسیعی از مردم با گروه های مختلف، از اقشار مختلف، جنسیت های مختلف، سنین مختلف دارن مبارزه میکنن. من میخوام یاد بگیرم، میخوام باهاشون باشم، میخوام امکان داشته باشم که همونطور که اونا به من میگن که ما دوست داریم بفهمیم بر تو چی گذشته، منم دوست دارم بفهمم که چطوری من از اون یاد میگیرم و من خیلی بیشتر از اون یاد میگیرم تا اون از من بتونن. پدیده دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری که مثلا ما میبینیم بعضن آقای ابتهی، آقای سعید حجاریان و غیره انجام میدن، یه نوع میدونید تمسخر در این هست، یه نوع اهانت اصلا به کرامت انسانی در اینا هست که من مایلم ببینم که تو وقتی که این نوع اعترافات میبینی یاد چی میفتی در زمان زندانی بودن خودت؟ با وجودی که من فکر میکنم که یک حسن بزرگ و یک رشد بزرگ این حرکت امروز اینه که مردم حتی و جوونا، حتی وقتی که ممکنه ته دلشون یک کمی هم اذیت میشن، هیچ کسی خوشحال نمیشه از اینکه ببینه یک کسی رو زیر فشار آوردن به اینکه بر علیه خودش حرف بزنه. این اولین در واقع نقض در واقع بودن انسان، بودن انسانه که تو رو وادار کنن به چیزی بر علیه خودت بگی و بر علیه کسایی که تو دوستشون داری بگی، برای افکاری که تو داری بگی. ولی با این حال به نظر من چیز جالبی که امروز اتفاق میفته اینه که دارن این ابزار رو تقریبا از دست رژیم میگیرن و دارن تبدیل میکنن به چیزی که بر علیه خودش، به سخره گرفتنش. تو زندگی تو در واقع با فعالیت‌های سیاسی شروع کردی، بعد رو به تحصیل آوردی، تحصیلتو تمام کردی و الان به عنوان یک متفکر به یک دانشگاهی داری زندگی و کار میکنی. ما اینم ببینم که بین این دو جنبه زندگیت آیا تفاوتی هست؟ آیا تونستی تلفیقی به وجود بیاری؟ خودت این دو جنبه زندگی تو چگونه تعریف میکنی؟ من این روزا کمتر مینویسم و بیشتر حرف میزنم. یه بخش شاید اینه که به خودم زمان میدم که بیشتر بفهمم، یاد بگیرم، بیشتر بذارم ببینم الان من توی این موقعیت جدیدم چطوری میتونم با این جنبش ارتباط برقرار کنم که همین جنبش رو بفهمم، هم به عنوان یک در واقع فعال، انسان فعال اجتماعی، برای اینکه چه بخوام چه نخوام به هر حال اون ویژگی هست در من که نگاه گذاشتم که فکر می‌کنم از یه جهاتی مثبته. چیزی که به نظرم هست و مهمی که ما در نظر داشته باشیم اینه که چطوری ماهایی که نگاه تحقیق داشت داریم بتونیم در این حال بفهمیم که این پیچیدگی رو آدم بتونه بیاره توی جنبش، در این حال که این پیچیدگی جنبش رو دوچاره چیز نکنه، میدونید دوچار سرگیجه نکنه. این چیزی که معلوم باش درگیرم. نام نیک و شخصیت ممتاز حضرت آیت الله منتظری با سرنوشت زندانیان سیاسی در یکی از تاریکترین ادوار جمهوری اسلامی در سالهای 60 رقم خورده است. شاید قدیمترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی آقای امیر انتظام مشخصترین نمونه ظلم مستمری است که در این جمهوری برقرار بوده است. در یکی از تاریکترین این ادوار، موقعی که منطق کور خشم و خشونت و به خاک و خون کشیدن دلیرترین زنان و مردان ایران در جمهوری اسلامی حاکم بود، آیت الله منتظری از معدود نداهای وجدانی بود
که از دل خود نهضت اسلامی ایران برخاست. زندگی پربرکت ایشان با مبارزه مستمر علیه ستمشاهی شروع شد، با رؤیای کاذبه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به بنبست رسید و در یکی از تاریکترین ادوار جمهوری اسلامی با حق‌گویی و حق‌طلبی و از خودگذشتگی به تعالی جدیدی رسید و معالن در جریان نهضت سبز ایران با حق‌گویی ایشان و همفکری و همراهیشان و حقانیت و شرافت این نهضت به تعالی جدیدی رسید قبل از اینکه ایشان به ملکوت اعلی بپیوندند. روح پرفتوحشان قرین رحمت ایزدی باد و یاد پربرکتشان نزد ایران و ایرانیان همیشه سرسبز باد. من حمید دباشی هستم، تا هفته سبز دیگه، خدا نگهدار.